ما چی را باید بخوریم و چی را باید نخوریم که فشار بلند خون ما خوب کنترل باشه. عزیزان سلام، من دکتر قیس نکزاد هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و جنسی. امروز در این سگمنت میخوایم بر شما یک برنامه غذایی را معرفی بکنم که در پایان آوردن فشار بلند خون شما نقش گسترده داره. مثلا اگر فشار شما 150 بر 90 میلیمتر ستون سیما در جلسات متعدد تثبیت شده، اگر شما این برنامه غذایی که من میگم مراعت بکنین، امکان داره حتی بعض اوقات بدون گرفتن دوا شما فشارتان را در رنج قابل قبول برسانه. همانا سیستولتان کمتر از 140 و دیاستولتان زیر 90 باشه. یعنی بدون دوا میتونین که با مراعت کردن اینی برنامه غذایی که من میگم از ایجاد فشار پیش شما پیشگیری شوه، در کنترل فشار به شما کمک بکنه و حتی بعض اوقات اگر شما در مراحل ما قبل فشار یا حتی استیج یک یا مرحله اول فشار بلند قرار دارین، با مراعات کردن این برنامه غذایی ممکن هست که بدون گرفتن دوا فشار شما در رنج قابل قبول موقع داشته باشه. دوستای عزیز، نظر به تعریفی که در ایچه صورت گرفتم، فشار چند تا مرحله داره. نرمالا باید فشار ما زیر 120 بر 80 میلیمتر ستون سیما باشه. اگر فشار یک فرد سیستولش 120 الی 29 و دیاستولش زیر 80 می باشه، ایره به نام elevated blood pressure میگن یا فشار نسبی بلند. اگر پیش یک فرد فشار سیستول 130 الی 139 و دیاستول 80 الی 89 می باشه، ایره به نام stage 1 hypertension یا مرحله اول فشار بلند خون میگن. و هرگاه پیش یک فرد در چندین جلسه فشار از 140 بر 90 میلیمتر ستون سیما بلند می باشه، ایره به نام استیج 2 هایپرتنشن میگن. ما اصطلاحات دیگه همچنان داریم به نام اکیوت هایپرتنشن سندروم که کسایی است که یک دفعه به فشار مثلا 220 مراجعه میکنن بدون سکته یا با سکته، بدون حمله قلبی یا با حمله قلبی، که اصطلاحات امرجنسی و اورجنسی و در کل اصطلاح هایپرتنسیو کرایسیس یا بحران فشار بهش استفاده میشه که در سگمنت های مجزا ما در موردش بحث داشته باشیم. حالا یکی از راهکارهایی که به نام نان فارماکولوژیکال تریتمنت اف هایپرتنشن گفته میشه، یعنی راهکارهایی که ما میتونیم از طریق ازو فشار بلند خون را بدون گرفتن دوا یک چیز کنترل بکنیم، یکیش داشتن برنامه منظم غذایی هست. پس سوال را من ایتو مطرح میکنم که ما چی را باید بخوریم و چی را باید نخوریم که فشار بلند خون ما خوب کنترل باشه. من فشار بلند دارم، دکتر سیب چی بخورم چی نخورم؟ پس اگر تو میخوایی که من برات معلومات بتم که اگر فشار بلند داری چی بخوری و چی نخوری، این سگمنت را مکلف هستی تا به آخر ببینی، سابسکرایبش بکن، شیر بکن و کامنت بده نظریاتت و چنل یوتیوب دکتر شما باید تکثیر شوه. در ضمن پل های ارتباطی مستقیم ما با شما شماره واتساپ است. خب دوستای عزیز، حالا میایم در مورد از صحبت میکنیم که ما یک دایت یا برنامه غذایی به نام داش داریم، داش یا دایتری اپروچ تو استاپ هایپرتنشن، یک شیوه و راهکار غذایی که از طریق ازو ما میتونیم فشار بلند خون خود را کنترل کنیم. اگر شما این برنامه‌ای که من میگم کنترل بکنین، میتونین در حدود 8 الا 14 یا در بعض مواخذ تا 8 الا 20 میلی‌متر ستون سیما فشار شما را هم سیستول و هم دیاستول پایان بیاره. مثلا یک نفر فشارش اگه مثلا 145 بر 90 است، طبیعیه که در استیج 2 یا مرحله 2 فرد فشار بلند خون هست. پس اگر رژیم داش رو مراعات میکنه، در حقیقت میتونه که فشارش بدون دوا زیر کنترل باشه. خب در متد داش چه نکات مطرح هست؟ پس شما کتابکایتون گرفته، کتابچه‌کایتون قلم گرفته نوت بکنین که به خاطر کنترل فشار بلند ما باید چی استفاده بکنیم و چی باید استفاده نکنیم. خب
اگر شما فشار بلند دارین، این موارد و این غذاهایی را که من میگم این را زیاد استفاده کنین، یعنی eat this، یارا بخورین. شکیب عمر چی کنن یارا؟ اینا را بخورن. بخورن ماشاءالله. اول vegetables. آقای نازنینم ترکاری زیاد بگی، از بادرنگ شروع تا کاهو تا مولی سرخک تا مرچ دلمه تا مرچ تازه تا لیمو تا نارنج، هر نوع ترکاری از ایچ بالا که پیشت آمد بزن نوش جانت. ده ها فایده که دارد در پلی از او در کنترل فشارت نقش دارد. دو فروتس، میوه زیاد استفاده بکن، هیچ نوع میوه وجود نداره که فشارت بالا کنه. از امی الف تا یا میوه که گیرت آمد نوش جانت. تا برنامه غذایی ترکاری و میوه باید بالایش بیشتر تاکید صورت بگیره. در ضمن از او وول گرینز باید زیادتر استفاده شه، آردسیا مثلا، جو، اینا امکان داره که در کنترل فشار نقش داشته باشه. پس شما آرد سفیدتون به آرد سیا یا وول گرین تبدیل بکنین تا اینکه هم در پیشگیری از شکر بر شما کمک کنند، از هم وزنتون زیاد نمیکنه و هم در کنترل فشار امکان داره بر شما کمک کننده باشه. در ضمن از او لبنیات بگیرین فری فت یا لو فت. لبنیات بگیرین فری فت یا لو فت، یعنی فت فری و لو فت دایری رو باید استفاده شود. اویی که ای چربی نداره یا چربیش کم است. شما بعض لبنیات های پاستوریزه شده را دیده باشین که نشته است لو فت مثلا یوگورت یا فری فت یوگورت، ای بسیار کمک کننده هست. ولی او شیر که قیماق در سرش هست و ماسش که قیماق در سرش هست که ما بنده حقی رو میگن وقت نوش جان میکنم اونو تا آن داره. در ضمن از دوستای عزیز گوشت ماهی استفاده بکنین، گوشت پرندگان استفاده بکنین. این گوشت ها را همیشه ترجیح بدین شما نسبت به گوشت مار... گوشت سرخ. برعکس در افغانستان می گوشت گوسفند و گاو و گوساله اینا زیاد طرفدار داره، حالان که اشتباه هست. او معمولا سبب تنبیه التهاب در بدن میشه، انفلاماتوری مارکرها را در خون بلند میبره، سایتوکان های انفلاماتوری ریلیزش زیاد میکنه و در نهایت سبب سربرو واسکولار ریزیز میشه، یعنی امراض قلبی و غیره خطرش بلند میبره. پس شما گوشتتان به گوشتی تعویض کنین آقای عمر، گوشت پرندگان و گوشت ماهی. در پهلوی زو دوستای عزیز امی غلجات که هست خصوصا از فامیل لوبیا مثل لوبیا، نخود، عدس، ماش و دال نخود، اینا بیشتر استفاده شود. خستباب و غلجات بگیرین، مثلا بادام، پسته، کاچو، چارمغز از یا بخورین دوستای. اینا اکثر شحم نباتی داره، اینا unsaturated fatty acid داره و اینا امکان داره که در کنترل چربی خون و در کاهش فشار بلند و در پیشگیری از شکر بر شما کمک کننده باشه. در در پهلوی از این موارد دو چیزتان را تعویض بکنین. هر نوع نوشیدنی دیگه تان باید با آب تعویض شود. هر نوع نوشیدنی، اگر الکل میگیرین با آب تعویض کنین، اگر انرژی میگیرین با آب تعویض کنین، حتی اگر چای میگیرین با آب تعویض کنین. آب پاک و صفا نوشیدن شود و روغن حیوانی باید با روغن نباتی تعویض شود. همیشه کوشش شود که از ویجیتیبل آیل استفاده شود. خب چی را محدود بسازیم؟ آقای عمر ما یکی گفتیم eat this، کامند دادم به تو، امر کردم آقا کی را بخو. حالا بعضی چیزها را بالایت قید میکنم، محدود میسازم دوستم. پس شما دوستایی که فشار بلند دارین، شکر دارین، بی‌نظمی چربی خون دارین، چاق هستین، در مرض نصابیت به امراض قلبی قرار دارین، این غذاها را محدود بسازین عزیزان. محدود کردن این غذاها امکان داره که در کنترل فشار شما نقش گسترده داشته باشه. گوشت چرب کرایی شینوار بزن نکنین. در اون هتل که من میرم میبینی که به طور مثال میامی کرایی شینوار میگن این مردم ها به طور مثال اکثرا از در اطراف در کلگی در ولایات که هست نسبت به مرکز علاقه من گوشت زیاد است. بنابرای گوشت سرخ فکرتان باشه، گوشت چرب دوستای عزیز فشارتانه، بی نظمی چربی خونتانه گردورد میکنه و خطر امراض قلبی در پیشتان بلند میبره. فول فت دایری را که پیشتر برتان گفتم، لبنیاتی که خیلی چرب است خطرناک است. مسکه بگی و قیماق بگی و روغن زرد بگی و شیرت مثلا چرب و ماست چرب ای توان داره دوست عزیزم. در پلی از او شوگر و سویتند بیوریج، چیزایی که با مثلا همی نوشابای گازدار، انرژیزار، نوشابای شیرین، مچم آب میوه و انار و احمد و محمود و کلبی و مقصود همه توان داره. اگر تو مایل به آب میوه هستی یک بوجی زردک بخر بیادر آبش نوش بکش نوش جان کو.
ماشینای خوب تایت تا در کابل 4-5 هزار افغانی میتا. اگر سیب میل داری از قوطی مصنوعی که تازه شنوشو جان که عزیز من، بنابرای از هر نوع شیرین کنندای مصنوعی و نوشابه که توسط شیرین کنندای مصنوعی و بوره شیرین شدن اجتناب به عمل بیاید. دوست عزیز من، شیرنی باب را کم بسازین، استفاده سودیم باید در حد اقلش رسانده شه، یعنی شما بیشتر از 6 گرم سودیم در روز استفاده نکنین. برعکس غذاهایی که حاوی پتاسیم هست او باید زیادتر اخذ شود. پس اگر شما اینوی برنامه که ما برنامه داش گفتم یا دایتری اپروچ تو استاپ هایپرتنشن ایرم راحت بکنین، در حقیقت 5 الی 20 میلی متر ستون سیما فشار شما کنترل میشه. 5 الی 20 میلی متر ستون سیما. بنابراین این راهکاری است که شما میتونین گاهی اوقات بدون گرفتن دوا فشارتون را کنترل بکنین. شریک سازی ویدیو فراموشتان نشد. تا دار بعد. بای بای.